آمین با سپاس با اگر به دنبال یک زندگی کاملا پر از آرامش آسایش پر از خوشی و یا با های عالی بدون هیچ مشکلی بدون هیچ دردقه ای و یا مصیبت و بحران ها هستیم مسلم بدونیم که کره زمین جای مناسبی برای این ایده خوب شما نمیتونه باشه و اگر به دنبال جسمی کاملا سالم و بدون ضعف و درد و مریضی و دور از هر نوع ناهنجاری های روانی با افکار پریشان حال و بدون اندیشه های ترس و نگرانی هستیم و در پی حکمت با پیروزی ها و موفقیت ها در زندگی نسبت به شرایطی که در فکر و دل و احساس و جسم ما هست بازم طبیعتا جسم انسان تا به امروز چنین تجربه ای نداشته که بتواند کاملا بهره بره از تمام موقعیت های خوب و اون رو تضمین کنه و همه ما به نوعی در تجربیات، در داستانها، در اشعار، در مثال در فیلم شاهد بر این بودیم که دنیا پر از درد و رنج از ابتدا بود از همون ابتدایی که آدم و حوا از باغ عدن رانده شدن. شاهی نیز اعلام میکنه درد و رنج زندگی را جز تحمل چاره نیست فقط باید گویا تحملش کنیم کار دیگه نمیتونیم انجام بدیم همیشه گویا این درده هست این رنج هست همیشه یک مشکلی در امور از از فاصله های عمر زندگی ما ایجاد میشه درد رنج را زن در درنج زندگی را جز تحمل چاره نیست این شکست ترخ را مردان وار باید کشید یعنی بیستیم با صبر با استقامت تا ازش گذر کنیم هر نوع سختی هر نوع دشواری که ایجاد میشه شاعر دیگه نیز اعلام میکنه کمی آهسته تر دنیا به شلاق تو در بندم که مدام به من آسیب میرسنیم مدام یه جا منو گیر میندازی منو بترسونی منو نگران کنی کمی آهسته تر دنیا به شلاق تو در بندم دیگر هرگز به روی تو دمی حتی نمیخندم و اینک در روزهایی هستیم که متاسفانه تمام اخبارهای جهان به نوعی ایجاد میشه که گویا که بشری رو تهدید به رنج و آزار و نگرانی و ترس میکنه اما کتاب مقدس بهترین پیشنهادات رو به ما میده بهترین پیشنهاداتی که میتونه زندگی ما رو در مسیر سلامتی و پیروزی ها نیز قرار بده و از آنجایی که خود کلام خداوند نسبت به تجربیاتی که در زندگی مردان خدا و زنان ایمان داره به ما میاموزه آنچه را که پیشنهاد داده کلام خداوند داده هایی از موفقیت ها شده داده هایی از سرفرازی ها شده زندگی داشتن که امروز ما سعی میکنیم به پیروی اونها اون زندگی رو تعقیب بکنیم داوود پادشاه یکی از اون مردان هستش که در مزمور پنج یک الا دوازده رو برای شما عزیزان میخوانم که در کناری که در درد و غم و رنج به سر میبره اما به نوعی برای ما تشریح میکنه چگونه من و شما امروز عبور کنیم از این سختی ها و مشکلات و رنج هایی که میتونه ما رو به اسارت ببره اعلام میکنه خداوند دعای مرا بشنو و به زاری من توجه فرما ای پادشاه و ای خدای من به فریاد من گوش فراده من به درگاه تو دعا میکنم خداوند سهرگاهان آواز زاری مرا میشنوید و هر صبح به درگاه تو دعا میکنم و انتظار میکشم زیرا تو ای خدا از شرارت از شرارت بیزار هستی و گناهکاران را به بارگاهت راه ندارند متکبران در پیشگاه تو نخواهند ایستاد و از همه شریران نفرت داری و دروغگویان را نابود میسازی و از مردم قاتل و فریبکار بیزار هستی نویسنده دو آگاهی رو داره اعلام میکنه یک آگاه هستش که خدای او خدای نیکوست آمین همون گونه که در این سرود آخر خوندیم که ببینیم بچشیم خدا نیکوست نویسنده ای رو به راحتی چشیده نیکویی و محبت خدا رو درک میکنه و دوم این که نویسنده متوجه درد خودش هم هست مشکل خودش هستش هم رنج خودش رو میدونه دلایل عذاب زندگی خودش رو میدونه و هم نیز به راحتی و به خوبی این حقیقت برای او مکشوف شده که خدای او خدای محبت هست پس این خدای محبت هرگز مجال این رو نمیده که او در آزار باشه مشکلات هست اما خدای مشکلگشا رو به خوبی میشناسه و این اولین دروازه ای هستش که هر انسانی اگر بتواند از اون عبور کنه میتونه به قدم های بدی برسه برای رفع هر مشکل و هر سختی نویسنده نیز ادامه میده در آیات از هفت الی نه. اعلام میکنه اما به خاطر محبت عظیم تو من میتوانم به خانه تو داخل شوم و در معبد مقدست تو را با احترام پرستش نمایم یعنی کاملا من آماده هستم نویسنده آگاه هست از عیب خودش مشکل خودش ضعف خودش نویسنده آگاه هست از محبت خدا از عدالت خدا از رحمت خدا از عشق خدا نسبت به او و این نک میگه من حالا دیگه آماده هستم من آماده هستم عوض بشم من آماده هستم دیگه در برابر وسوسه ها سر تعظیم نکنم سر فرود نیارم زانو خم نکنم من اینک آماده هستم هر آنچه که به خاطرش آفریده نشدم من به اون عمل نکنم و نیز ادامه میده خداوند دشمنان دشمنان بسیار دارم مرا به راه راستی و عدالت هدایت نما راستی در دهان ایشان نیست دلهای ایشان از شرارت پر هست گلوی ایشان مانند گور و زبانی ریاکار دارد نویسنده میتوانست شروع کنه دشمنان خودش رو نفرین کردن و این نویسنده دشمنانش هم میشناسه دلایل عیب اونها رو هم میشناسه پس بعد از آگاهی اعلام آمادگی میکنه که من آماده هستم خداوندا خودم رو و زندگیم رو و دشمنانم رو و تمام سختی هایم رو من به دست تو بسپارم تا تو کسی باشی که منو یاری کنی شاید در همین لحظه هزاران انسان هستن که معتاد به مواد مخدر هستن وسوسه ها میشن توی گناه بسیاری هستن و توی موقعیت های دیگه ای هستن میل به این دارن که از این موقعیت ها رهایی پیدا کنن اما حقیقتا خواستن توانستن هست اگر حقیقتا خواستن توانستن بود من فکر میکنم کنم هیچ کس روی زمین نبود مشکلی نداشته باشه آیا انسانی پیدا میشه که بدی رو بخواد ضعف رو بخواد مریضی رو بخواد درد و رنج رو بخواد فقر و فساد رو بخواد پس چرا این همه در جهان فقر و فساد هست مشکلات هست عیسی مسیح هم نیز در انجیل متی باب شیش اعلام میکنه با اندیشه خودت با خواستن خودت نمیتونی نیم قدرتو رو بلند کنی چون این چیز غیر ممکن هست پس خواستن توانستن نیست خواستن زمانی توانستن میشه من کاملا آماده باشم آمادگیم رو کسی تکر کنه و حمایت بکنه که اون خواستنش توانستنه و اون فقط خداست که اگر بخواد او قادر هست فراموش نمی کنم زمانی که خدمت سربازی رو ادعای می دادم وقتی که اومدم مرخصی از مادرم پرسیدم ببینم فامیل خانواده چطور هستن؟ تا مادرم زد زیر گریه گفت متاسفانه دکترها دعایی تو جواب کردم به خاطر سیگاری که میکشه میگن دو سه ما بیشتر عمر نمیکنه و منم بلا فاصله رفتم محل کار داییم که البته واقعا سیگار زیاد می‌کشید. عزیزان شاید بدونن سیگار هما تو هر بستش چهل تا دونه بود و دایی من دو تا بسته در روز میکشید یعنی هشتا تا سیگار جدا با سیگار روشن میکرد داییم وقتی رفتم پیش دعایی محل کارش دیدم داره سیگار میکشه گفتم دعایی جان بغلش کردم. گفتم برای چی سیگار میکشی؟ شنیدم دکتر بهت گفته اگر بکشی چند مو بیشتر عمر نمیکنی. گفت نه دایی سیگار وینیستون دیگه میکشم. و من زدم زیر گریه. حالم بد شد. و دایی منو بغل کرد. پاکت سیگارش مچاله کرد و انداخت دور. گفت دیگه نمیکشم. دایی من که قرار بود سه سال عمر کنه بیش از سه ماه عمر کنه بیش از سه سال عمر کرد. خواست و توانست یک جا این جرقه ایجاد شد براش با اینکه همسر داشت فرزند داشت اما اون زمان این جرقه ایجاد شد زمانی که حقیقتا آن چرا که از او از خدا طلبیده بود و نمیتوانست اون لحظه زمانی شد که توانست به اون عمل کنه پس تا مادامی که من خواستهام در موقعیتی باشه که فقط یک خواسته باشه هرگز هیچ اتفاقی نمیفته حتی نسبت به وسوسه ها وسوسه هایی که میشه موقعیت زندگیمون تغییراتی که توی زندگی میدانیم باید داده بشه سنای نیز اعلام میکنه پس جمله بدانید که در عالم پاداش آنها که در این راه بدادید بدیدید باید یک همتی بشه فقط این نیستش که من بگم من میخوام موقعیت زندگی رو عوض کنم نویسنده در ادامه آیه از یک الی دوازه اعلام میکنه اما کسانی که کسانی را که به تو پناه میآورند شاد گردان تا برای همیشه از از خوشی به سراین. زیرا که تو پناهگاه آنان می باشی دلهای آنانی که تو را دوست دارند از خوشی سرشار ساز چون تو ای خداوند راستان را برکت میدهی و با سپر محبت خود از آنان دفاع میکنی که در کنار این که افرادی که گام اول رو درست برمیدارن آگاهی گام دوم آمادگی میشه گام سوم آزادی میشه که میتونن کسب کنن داود پادشاه به جای اینکه یک روحیه انتقام جیانه داشته باشه خودش رو کاملا تو دستای خدا میسپاره و میداند انتقام از آن خداوند هستش و به خوبی میدونه که اون خداست که برای اون میخواد بجنگه و نه اینکه خودش بجنگه گاهی ما نسبت به دیگرانی که باعث آزار و رنجمون شدن و یا یک سختی به وجود میاد میگیم ما به خدا توکل میکنیم ما سعی خودمون رو میکنیم ولی ما داریم فرار میکنیم و تا زمانی که درک درست از بخشش و توکل به خدا نداریم متاسفانه فرار رو یک نوع بخشش میدانیم برای همین طلاق ها به وجود میاد برای همین جدایی ها به وجود میاد چون درک درست از بخشش نیست بلکه گذر کردن عبور کردن را بخشش میدونم اما وقتی که من به گام های درست قدم برمیدارم این گام های درست میتونه به من کمک کنه تا من بتوانم کاملا خودم رو به خدا بسپارم. به طور خاص نسبت به کینه و نفرت در نامه رومیان دوازده نونزه اعلام میکنه ای محبوبان انتقام خود را مکشید بلکه خشم را مهلت دهید زیرا مکتوب از خداوند میگوید انتقام از آن من است من جزا خواهم داد که من کاملا امور زندگی خودم را به او بسپرم حالا اینجا نسبت به موقعیت کینه هستش و بعد از این سگام ما میرسیم به ثمره اون که آرامش دیگه ما آرامش رو خواهیم داشت پس مرحله اول آگاهیه مرحله دوم آمادگی مرحله سوم آزادیه اگر این مراحل رو احساس نکنیم نمیتونیم از این وسوسه ها عبور کنیم هرگز نمیتوانیم به اون آرامش برسیم من سعی میکنم خیلی تون نسبت مراحل آزادی از وسوسه براتون آیاتی رو بخونم که گام اول همون گونه که گفتم آگاهی هست که مزمور 19 آیه 8 میگه دستورات خداوند درست است یعنی این ایمان رو نویسنده داره آیا ما ایمان رو داریم پیشنهادات من میگم پیشنهادات چون خدا انسان را آزاد آفریده پیشنهادات خدا درست است ایمان داریم یا نه آمین پس اگر این ایمان رو داریم گام اول هست دستورات خداوند درست است و دل را شاد می کند اوامر خداوند پاک است و به انسان آگاهی می بخشد. این دلیلی خواهد شد که من بتوانم از وسوسه ها و از تمام آنچه که دلیل مشکلات و سختی های من شده نیز عبور کنم و این حقیقتی است که بیباید من درکش کنم نکته دوم آمادگی که کتاب اشعیا 61 اعلام میکنه برخیز و درخشان شد زیرا نور تو آمده و جلال خداوند بر تو تاله گردیده یعنی تو رو روشن میکنه فکر تو رو باز میکنه خیرات و حکمتی به تو خواهد داد وقتی میرم در حضور خدا من ایمان دارم که خداوند مطابق فیضش مرا برکت خواهد داد همون گونه که مولوی اعلام میکنه گر هزاران دام باشد در قدم چون تو با مایی نباشد هیچ غم مشکلات از سختی ها هست اما چون من میدانم مسیح با من هستش و نام او چیه؟ امانویله یعنی خدا با منه من هرگز نامید نخواهم شد نکته سوم آزادی هستش در نامه غلاطیان پنج کلام میکنه پس به آن آزادی که مسیح ما را با آن آزاد کرد افسوس که هنوزم ایماندارانی هستن که تصور بر این میکنن که به اون آزادی که باید میرسیدن نرسیدن چرا میگن ما ایمان داریم ما تعمید گرفتیم ما کلام خدا رو میخونیم ما دعا میکنیم ما کلیسا میریم پس چرا مشکلات و سختی هست حتما مشکلات و سختی ها خواهد بود مشکلات و سختی ها قسمتی از زندگی ماست چون واقعیت قسمتی از زندگی ما هست حقیقت نیست حقیقت این هست که خدا ما رو به شباهت خودش آفرید حقیقت این است که خدا هرگز نمیخواد ما در رنج و سختی باشیم اما واقعیت این هستش که ما در سختی ها هستیم این رو باید بپذیریم و کتاب مقدس هم هرگز منکر این نیست چون کلام خداوند اعلام میکنه که شیطان بر روی زمین سلطنت میکنه اگر شیطان بر روی زمین سلطنت میکنه مسلما کره زمین جای مناسبی نخواهد بود که من به تمام ایدهام برسم من همیشه سعی و سالم باشم پس تکلیف خودم رو باید روشن کنم در جهانی که زندگی می کنم پس به آن آزادی که مسیح ما را به آن آزاد کرد استوار باشید و باز در یوغ بندگی گرفتار نشید که اگر درک درستی من نسبت به ادار اراده خدا نداشته باشم که خدا برای من بهترین رو میخواد مسلما من در اون موقعیت های بد خودم رو میبینم یعنی چشمندازی نخواهم داشت که درش پیروزی هست رنج ها و مشکلاتی که واقعیت زندگی هست رو به جای حقیقت قرار میدم بدی ها رو میگم خدا به من داده هرگز بدی ها رو خدا به داده. نداده مریضی از طرف خدا نیست رنج ها از طرف خدا نیست اگر بود امروز من و شما میشنیدیم در این سرود که بیایید بچشید که خدا باعث درد و رنجه رضا هاشا خدای ما خدای نیکوست پس اگر کلام خدا این رو اعلام میکنه گواهی های من و شما این گونه هست این رو بدونیم بین حقیقت و واقعیت فاصله است برای رسیدن به حقیقت من و شما باید آماده باشیم آگاه شدیم پس باید آماده بشیم وقتی آماده میشیم به آزادی میرسیم به اون هدف اصلی میرسیم و سمرش هم خواهیم دید آروم هستیم پولس رسول توی زندان آرامش داشت شاد بود تازه توی زندان داره به دیگران هم میگه شاد باشید من الان ایماندارانی میشناسم در ایران پر از سختی و مشکلات هستن از نظر مالی گرفته تا جفا تا مریسی ها که امروز اسیرشون کرده اما وقتی باشون صحبت میکنم هر چند تا جمله میگن خدا رو شکر هاللویا برای من دعا میکنم برای زندگی من دعا میکنم برای بچه ها دعا میکنم برای کلیسا دعا میکنم با اینکه خودشون در مشکلات و سختی ها هستن آرامش حقیقی این جایگزین میشه و همون گونه که عیسی مسیح نیز اعلام میکنه بیایید نزد من ای تمامی زحمت کشان و گران من شما را آرامی خواهم بخشید درک درست از آرامش در حضور خداوند خواهیم بود در هر شرایطی و در هر موقعیتی ما عیسی مسیح رو دوست خودمون میدونیم آمین دوست ماست به ما نزدیک هستش مطابق انجیل یوحنا 15 14 و 15 15 اعلام میکنه میگه من دوست شما هستم من در کنار شما هستم من شما ها رو حمایت میکنم گاهی ایزان هستم میگن من پسرم مثل دوستم میدونم یا مادری میگه من دخترم مثل دوستم هست همه ما میگیم دوستان خوبی داریم اما هرگز هرگز کسی نمیتونه جای مسیح برای ما دوست باشه چرا که او به توسط روح القدس در ماست چقدر این رابطه عاشقانه و دوستی رو با او قوی کردیم چقدر ارتباط نسبت به گذشته رو ما در رابطه با روح القدس نزدیک کردیم چقدر وقت میذاریم برای اینکه این دوستی بیشتر باشه مگر غیر از این هستش که رابطه ها دوستی ها را ایجاد میکنن خود من گواه بر این هستم عزیزانی که با من کلاس دارن، هفته یه بار بیشتر منو می‌شناسن، منم اونا رو بیشتر میشناسم غیر از اینه چند تا دست بالا بس وقتی که رابطه هست حالا اگه این رابطه قطع بشه شما فقط کشیش دستور یک واعظ میدونید دیگه کاری ندارید باش چون براتون دعا نکرده ببینید مسش چیه مشکل... توی مشکلات و سختی ها قرار گرفتید نمیدونید چی میگه رابطه کمک میکنه که ما بیشتر هم دیگر بشیم روح القدس هست که رابطه ما و خدا رو به هم نزدیک کنه و بتونه دلیلی بشه برای اینکه ما با فیض او به جایگاه درست نیز برسیم باز شاعر میگه خدا دلم, ه... خدا دلم مرهمی میخواهد خدا یا دلم مرهمی میخواهد از جنس خودت نزدیک بی خطر بخشنده بی منت و این کارو کرده و این روح القدسه هیچ منتی نگذاشت فقط روحش رو به ما داد اما چرا این آتش روح القدس رو من در خودم تقویت نمی کنم پس باید آماده بشم برخیز و درخشان شد آماده بشم یک برنامه بدم به زندگی برنامه برای کلامش برنامه برای اینکه بتونم در حضور او این آمادگی کامل رو داشته باشم اگر نداشته باشم آسیب میخورم هفته گذشته نیز صحبت کردیم در این رابطه قوم اسرائیل چون رابطه درست با خدا نداشتن متاسفانه در مسیر بت پرستی رفتن به گناه کشیده شدن و آسیب خوردن هیچ فرقی نمیکنه امروز من و شما اگر رابطه درست با خدا نداشته باشیم نسبت به کلامش نسبت به دعا نسبت به خدمت ما انسان هستیم ما نیز آسیب خواهیم خوردش و فقط نمیتونیم بگیم تعلیم حتی امین که شما این تعل... تعلیم رو میشنوید تعلیم رو میشنوید اگر آماده نباشید تعلیم پذیر نیستیم پس اگر آماده هستیم باید انجام بدیم باید شروع کنیم آنچه را که ایمان داریم نسبت به این موقعیت تعلیم بریم با هم دیگه نامه اول قرنتیان ده یک الا چهارده رو داشته باشیم نامه اول قرنتیان ده یک الا چهارده گرمتون که نیست سردتون که نیست خب خدا باشیم <applause> هللویا شک شک آمین آمین بفهم خوشید ای برادران من، نمیخواهم از آنچه برای اجداد ما اتفاق افتاد بیخبر باشید. درست است که همه آنها در زیر سایه ابر بودند و همه از دریا عبور کردند و همه به عنوان پیروان موسا در ابر و دریا تعمید گرفتند. حضور خدا را لمس می کردن. موجزات رو دیدن. همه را دیدن. آگاه شدن. اما فقط آگاهی نیست. شما میگید من مطمئن هستم عیسی مسیح خدا بنده. من مطمئن هستم اون مرد و قیام کرد هاللویا من مطمئن هستم که بعد رسول حتی شما دارید صحبت میکنید حقیقتا شما خدا شما رو خونده اوکی چند تا هندونه زیر بغل من بذارید بدم نمیاد البته هر جلال از آن خداست اما این آگاهیات چه سودی داره برای شما یا برای من اگر درش عملی نباشه اجرا نکنم قوم اسرائیل همین گونه گیر کرده بود روح القدس همچون ابر روزها و همچون آتش شبها بود با اونها اما چه سودی داشت از این رو هستش که یعقوب در نامه خودش باب یک آیه 22 میگه لیکن کنندگان کلام باشید نه فقط شنوندگان که خود را فریب میدهند دلیلی میشن که خودشون رو فریب, فریب بدن مولوی هم نیز اعلام میکنه صد نامه فرستادم صد راه نشان دادم یا راه نمیدانی یا نامه نمیخوانی کلام خدا رو نمیخونی موعظه رو گوش کردید خیلی خوبه سپاس از این که با ما هستید با هم هستیم اما هر روز وقت بدید به کلام خدا قسمتی از کلام خدا رو بخونید یک شنبه بعد که میاییم اینجا برادری خواهری رو میبینیم یه پیامی از کلام خدا بهش بدید گذشته از اینکه شما رو پر از قوت میکنه دیگری رو برکت میده اصلا نمیدونید اون روزی که داری کلام میخونی چه بسا این کلام تو رو برکت داده اما خدا میخواد این کلام رو تو بدی به این شخصی که با شما امروز برخورد میکنه و ناامید و خسته خاطره و قرار از شما اون رو امید بدید میخواد چی بهش بگید اون میگه عجب دنیاییه شما میگه وای حرفشو نزن خیلی بده او چرا من و شما که به عنوان نور و نمک هستیم چرا باید این گونه سخن بگیم؟ بله؟ و همه از یک نان روحانی میخوردند و از یک آب روحانی می نوشیدن. زیرا از سخره معجزه آمیز که ایشان را دنبال می کرد می و آن سخره مسیح بود آمین آمین امروز اون سخره برای من و شما, شما مسیحه توی مشکلات تو سختیات بود کمبودها مسیح هستش که به توسط اون صخره نیازهای ما رو برطرف خواهد کرد رفع مشکلات ما خواهد کرد این ایمان رو داشته باشیم ایمان فقط این نیستش که من بگم ایمان دارم عزیزان ایمان ما مسیحی ها فقط نفسی نیست یک اعتقاد نیست ایمان ما مسیحی ها, ها این هست که من ایمان دارم خدا عاشق منه و خدا من وعده داده چکشو امضا کرده من فقط باید اینو رد کنم تو جای درستش تو وقت درستش و مسلم بدونم که دریافت خواهم کرد این ایمان من خواهد بود در غیر این صورت باز هم میخوام بگم کلام رو میشنویم حالا کلام رو میخونیم حالا کلام رو میخونیم هنوز آماده نیستیم بازم هم نمیتوانیم به اون آرامش برسیم آگاهی آمادگی آزادی من هنوز آزاد نشدم هر کی به من میرسه هر چی میگه قبول میکنم هموطن عزیز که تازه ایمان رو آورده بود وقتی براش دعا کردم گفت بعد رسول ممنون شما مثل فلانی اسمشو نمیخوام بگم این وقتی که میاد با ما صحبت میکنه توی سمینارها یک انرژی خیلی مثبتی به من میده گفتم ایشون که اصلا مسلمانه گفت بله من این کلاس ها رو میرم درک درستی نداشته به مسیح ایمان آورده اما درک درستی نداشته همه جا میره گوش میکنه فال میگیره سرکتاب براش باز میکنن سخنرانی ها رو میره انرژی درمانی میره همه جا رو قبول داره پس همه جا را قبول داری متوجه نمیشی همه راه ها رو میری و سردرگم خواهی بود و به اون جایگاه درست نخواهی رسید اگر ما ایمان داریم که این کلام خداوند کلام حقیقی هست و حقیقت هست نترسیم اجراش کنیم صبور باشیم منتظر باشیم در راستی بیستیم مریضی میره پیش پزشکش میگه دکتر دو سه بار دارم میام اینجا هنوز حالم بده پزشک میگه ببینم اون داروی دارویی که برای تجویز کردم اون رای را استفاده کردی چیکار کردی روش نوشته باید چیکار کنیم گفت بله همونی که روش نوشته اون من انجام دادم روش نوشته بود این رو بذاری توی مکان خنک و خشک مثل یخچال منم گرفتم گذاشتم توی یخچال منم گرفتم کتاب مقدس گذاشتم رو تاقچه فکر کردم اینم قرآنه. که ای کاش که ای کاش در گذشته من به کاش مسلمانان امروز به جای 17 رکت نماز قرآن رو بخونن و متوجه بشن و اون موقع مسلما هیچ مسلمانی مسلمان نخواهد بود بخونن ولی کلام خداوند به من و شما داده شده برای آگاهی برای اینکه برخیزیم آماده باشیم آزاد بشیم تا آرامش بگیریم بله وجوده. این خدا از اکثر آنان خوشنود نبود و به این سبب اجساد آنها در سرتاسر سر بیابان پراکنده شد همه این چیزها برای ایشان اتفاق افتاد تا برای ما عبرتی باشد تا ما مانند آنها آرزوی چیزهای پلید نکنیم اونها خیلی اعلام کردند سعی می‌کردند تمام قوانینی که خداوند گفته بوده انجام بدن در کنارش بود هم بکنن. وانمود کنند، که یهوه خداشون هست اما وقتی به بود پرستا میرستن می گفتن ای بابا برحال اینجا مسلحت حکم میکنه که با اونها ما رفت آمد داشته باشیم این دور از حکمته دور از خرده بالاخره ما باید با اینا باشیم یه ای رفت آمدی بکنیم ما خودمون رو تو این فرهنگ اینها قرار بدیم باز یکی از دوستان سالها پیش من و جان وقتی رفتیم خونشون و ایشون با اینکه یک ایماندار بودن سر تا سر خونش پر از چشم نظر بود گفتم اینا چیه؟ گفت نه این زندگی ما رو از بلا دور کرده بعد گفتم مسیح چی؟ پس اینجا مسیح چه کار است؟ گفت بعد برها براش برای توضیح دادیم من زهر جان گفت مگه اشکال داره؟ گفتم بله این یه بوته اگر من ایمان به مسیح دارم پس این بوت اینجا چه کار هستش؟ اگر حقیقتا آمین گفتم در زمان تعمید پس یه دنبال فال فالگیری میرم یه قهوه ترک میخورم بلا فاصله برمیگردونم کسی از فال منو بگیره فال منو شما رو مسیح گرفت ما حیات جاودان رو خواهیم داشت آمین, آمین. مشهود برای اینکه در راستی بیستیم یه به دنبال خرافه نریم به دنبال دروغ نریم فردوسی نیز اعلام میکنه بزرگی سراسر به گفتار نیست دو صد گفته چون نیم کردار نیست اگر حقیقتا ایستادیم باید بیستیم برای این کلام خدا تخفیف ندیم لطفا تخفیف نده زندگیت پر از برکت خواهد شد مردان موفق و زنان موفق که به مسیح ایمان آوردن علت ایمانشون این هست چون آگاه شدن آماده شدن و چون آماده شدن آزاد شدن و چون آزاد شدن امروز آرامش دارن چه ثروتمند باشن چه کم پول باشن چه جایگاهی داشته باشن محبوب باشن و چه جایگاهی باشن که کسی اونها رو نشناسه ولی آرامش رو نیز دارن، بله مثلا مانند بعضی از آنها بت نباشید چنانکه کتاب مقدس میگوید قوم اسرائیل نشستند تا بخورند و بنوشند و برخواستند تا به لح و لعب بپردازند ادعا داشتن البته همشون ادعا داشتن همون فریسیان، صدوقیان، کاتبین که در برابر مسیح میستادن و به مسیح انتقاد میکردند ادعا داشتن ادعای اینو داشته که ما عادلیم لذا اصلا کلمه عدالت رو درک نمیکردن عدالت یعنی بلند بگید لطفا رابطه, رابطه درست انسان با خدا ما چون کلمه عدالت رو نمیشناسیم مانند حقیقته حقیقت علت خلقته واقعیت تبدیل حقیقت به چیز دیگه‌ای که الان دنیا درش اسیر هست عدالت رابطه درست انسان با انسان نیست اینو میشنویم این از اپوزیسیون هم زیاد میشن. ایم. از افرادی که جامعه شناسا میشن خیر اون انصافه یعنی پنجا پنجا اون قانونه اون شریعته عدالت یعنی رابطه درست انسان با خدا یک رابطه عاشقانه پر از مه با درک درست هستش و چون این درک رو نداشتن متاسفانه به ظاهر ادعا میکردن ما عادلیم اما عملا مانند این آخوندها که در جمهوری اسلامی هست عملا ظلم میکردن ستم میکردن افلاطون اعلام میکنه کامل نوع بیعدالتی آن هست که عادل به نظر برسیم در حالی که عادل نیستیم پس امروز من و شما باید خیلی حاشر باشیم ما فرزندان عدالت هستیم آمین به توسط مسیح عادل شدیم مواظب رابطه باشیم با خدا من ایمان دارم اگر رابطه ما رابطه خوبی با خدا باشه من رابطه خوبی با خانوادم دارم و با خلق خدا خواهم داشت باید این رابطه در ابتدا درست بشه بله مرتکب گناهان جنسی نشویم چنان که بعضی از آنها مرتکب شدند و در عرض یک روز سه هزار نفر از آنها مردند شاید امروز بگید ای بابا دیگه بس ایماندار زنا نمیکنه نمیدونم بگم این گونه هست یا نه شاید اندکی از ایمانداران به مسیح هم از این اعمال انجام میدن همه نه اما اندکی رو میتونیم بگیم چون نمیتونیم بگیم که چون ایماندار هستیم گناه نمیکنیم فریب نباید بدیم خودمون ما ایماندار هستیم در مسیر رشد روحانی هستیم از من که کشیش هستم تا کسی که تازه امروز مسیح ایمان آورده احتمال اشتباه و گناه و وسوسه هست اینو بپذیریم فکرتو راحت کن قرار ما جز مقدسین باشیم هنوز کامل مقدس نشدیم اگر تو کلیسا چی کار میکنیم؟ اصلا این کلام به چه درد من میخواد تمام این کتاب مقدس برای ایمانداراست. به ایماندار میگه دروغ نگو به ایماندار میگه دزدی نکن به ایماندار میگه زنا نکن به ایماندار میگه حسادت نکن پس این وسوسه ها در ما هست ما اینجا نیستیم که خود فریبی کنیم یا شما را فریب بدیم ما اینجا نیستیم که به شما بگیم فقط باید مثبت اندیشه کرد مثبت اندیش باشید یعنی چی مثبت اندیش باشیم اینا یعنی شعار دنیاست مگه من میتونم همیشه مثبت اندیش کنم مگه من رباتم که من یک پروگرام داده باشم من فقط مثبت فکر کنم خیر من میدونم باید به نیمه لیوان آب پر نگاه کنم به اون لیوان نیمه پرش اما من به نیمه خالیش هم نگاه میکنم اون واقعیت زندگی منه حقیقت اون نصفه پره اما واقعیت اینه که نصفش خالیه من برای این اون نصف خالی باید اندیشه کنم فکر کنم و کلام خداوند داره این رو به ما میاموزه که آماده باشیم اگر آماده باشیم میتونیم از وسوسه بس ها از مشکلات از سختی ها عبور کنیم در غیر این صورت ما نجاز انسان هایی هستیم که بنای داریم خودمون رو فرید میدیم و یه روزی رسوایی به وجود میاد یه روزی به عنوان یک کشیش، به عنوان یک اسقف، به عنوان یک ایماندار یه روزی میشه که شرایطی میشه که اون شخص که داره فیلم بازی میکنه مانند قوم اسرائیل که الان داریم میخونیم امروز ما داریم میخونیم قوم اسرائیل در اون زمان آنچرا که خدا در نظر داشت انجام ندادن پس رسوا شدن پس من و شما به عنوان فرزندان خدا هوشیار باشیم رسوا نشیم مواظب رفتار و اعمال و کردار اون باشیم شهرداری در یک شهر یک سیاست مداری که 15 16 سال قبل در اون شهر خدماتی رو انجام میده به عنوان یک شخص دولتمند اونو دعوت میکنه برای اینکه تقدیر کنه از خدماتش وقتی که همه جمع میشن که از ایشون تقدیر کنن متوجه میشن که ایشون مقدار دیر میرسه از کشیش از اون شهر خواهش میکنن که لطفاً شما یه چند دقیقه صحبت کنید تا ایشون برسه کشیش هم میره میگه اتفاقا من 15 16 سال پیش وقتی که اومدم تو این شهر اولین کسی که اومد نزد من اعتراف کرد دیدم وای ده ها فساد کرده دزدی کرده چه گناهان بدی کرده گفتم خدایا این اسخف منو کجا فرستاد چه شهر پر از گناهیه و میگه در طول این 15 16 سال فهمیدم که نه چه مردم خوبی هستید شما و اصلا این گونه نبود اون یه نفر فقط این گونه بود به حال تموم شد و رفت نشست دو سه دقیقه بعد این شخص سیاستمدار و دولتمند میاد وقتی میاد تشکر میکنه از کشیش که در غیاب ایشون صحبت کرد و به خاطر این که از ایشون تقدیر کنه میگه اتفاقا ایشون وقتی که وارد شهر شد اولین کسی که نزدش رفت و در از اعتراف کرد خود من بودم یه ای موقع این گونه میشه پس خوشیار باش اگر ایستادیم برای مسیح در راستی بیستیم مسیح با ما کارهای بزرگ داره مسیح فقط با بلگراهام کار بزرگ نداشت با پولس رسول کار بزرگ نداشت با همه ما کار بزرگ داره اگر آماده هستیم اگر آماده هستیم اون میدونه که چگونه دلیل تقویت ما بشه تا بتونیم به آزادی و به آرامش برسیم بله خداوند را امتحان نکنیم به طوری که بعضی از ایشان امتحان کردند و به وسیله مارها هلاک گردیدند علیه خداوند شکایت نکنیم چنان که بعضی از آنها چونین کردند و به دست فرشته مرگ نابود شدند همه این اتفاقات به عنوان نمونه ای بر سر آنان آمد و برای تربیت ما به عنوان عبرت نوشته شد زیرا ما در زمانهای آخر زندگی میکنیم. بنابراین هر کس گمان می کند استوار است مواظب باشد که سقوط نکند یکی از مراحل اینه که آرف شیم آگاه شیم من خواهش میکنم هرگز هرگز به طور خاص از این تازه مسیح منابردید هرگز هرگز کلام خدا رو نخونید که سباب داره کلام خدا رو نخونید که بعد رسول گفته معلمینتون گفتن کلام خدا رو بخونیم تا آگاه بشیم نسبت به خدا تا آگاه بشیم نسبت به هویت و ماهیت خودمون تا آگاه بشیم که چگونه باید از این وسوسه ها از این مشکلات از این سختی ها از خشم از حسادت از کینه از نفرت از دروغ از تمام امیال کهنه چگونه آزاد بشیم پولس رسول در نامه افوسیسیان سه نونزده اعلام میکنه عارف شوید به محبت مسیح که دلیل نجات من و شما شد عارف شوید به محبت مسیح که فوق از معرفت است تا پر شوید تا تمامی پری خدا که همون روح القدس است و این قوت و این توان رو به ما خواهد داد بله وسوسه هایی که شما با آن روبرو می شوید است که برای تمام مردم پیش می آید اما خدا به وعده های خود وفا می کند و نمی گذارد شما بیش از توانایی خود وسوسه شوید وسوسه می شیم خدا حامی ماست مشکلات و سختی ها میاد باز هم خدا حامی ما هستش آیا ما با خدا هستیم اون زمان مسلم بدونیم که اون ما را حمایت میکنه بله خدا همراه با هر وسوسه ای راهی هم برای فرار از آن فراهم میکند تا بتوانید در مقابل آن پایداری کنید به دنبال انرژی درمانی نرید آمین آمین <تصفح> به دنبال گفتار درمانی نرید خداوند با شماست خدا با ما هستش به دنبال کلاس هایی که بعضیا تعریف میکنن تمجید میکنن پول آنچنانی هم میدن کمکی نخواهد کرد اما قوت روح القدس ما رو یاری خواهد کرد و ما رو حمایت میکنه به این کلام وفادار باشیم آنچه که شنیدیم رو روش فکر کنیم اندیشه کنیم و مطمئن باشید که خداوند مطابق فیضش اگر آگاه هستیم نسبت به کلام خدا که هستیم و اگر آماده هستیم که تغییر پیدا کنیم در مسیر اراده خدا مطمئن باشیم که خدا ما را آزاد خواهد کرد از همه سختی و مشکلات آخرین آیه هم نیز بشنویم نامه یعقوب یک دوازده الا نامه یعقوب یک دوازده الا پونزده بخونید بخونه دوازوه دوازوه. خوشا به حال کسی که در برابر وسوسه از پای در نیاید زیرا وقتی آزموده شود تاج حیاتی را که خداوند به دوستداران خود وعده داده است خواهد گرفت آزادی بله کسی که گرفتار وسوسه می شود نباید بگوید خداوند مرا به وسوسه انداخته است چون خداوند از بدی مبراست و کسی را به وسوسه نمی اندازد. خیلی موقع هستش که ما وقتی توی مشکلی میافتیم یا خودمون خرابکاری می میکنیم میگیم خب خدا خودش میدونه نقطه ضعف من چیه دیگه خودش دلیل شده خب میخواست این موقعیت رو در من ایجاد نکنه تا من این گناهو نکنم ولی خدا این کارو نکرده این رأی و انتخاب من بوده بله انسان وقتی دچار وسوسه میشود که مجذوب و فریفته شهوات خود باشد در نتیجه شهوت آبستن می شود و گناه را تولید می کند و وقتی گناه کاملا رشد کرد باعث مرگ می شود بله می برای کلام خداوند دست بزنیم ممنون ایمان داریم که همون گونه که کلام خداوند وعده داده او به تمام کسایی که آماده هستند این قوت رو خواهد داد لحظه سرهای خودمون رو خم کنیم شاید بگید که من وسوسه به هیچ گناهی نیستم امروز من میل به هیچ گناهی هم ندارم آیا چیزی هست که از اون میترسی؟ آیا کسایی هستن که از اونها میترسی؟ آیا فردی و افرادی هستن که از اونها ناراحت هستی؟ آیا شرایطی توی زندگیت هست که تو رو نگران کرده؟ اینها نیز پیاده وسوسه است پیاده روهای وسوسه ای هست که من و شما رو بخواد به اتوبان وسوسه برسونه اگر از قوت او پر نشیم اگر از روح مقدس او پر نشیم حتی اگر یاد نگیریم شاید خیلی از عزیزان الان حتی در جای ما در کلیسا هستید روی فیسبوک دنیای مجازی هستید میگید بعد رسول از روح القدس پرشیم یعنی چی من نمیفهمم از روح القدس پرشم یعنی اینکه از تمام آنچه که از طرف خدا نیست خالی بشم تا اونها در من هست من از روح القدس پر نمیشم پس خواهش میکنم هر نوع ترس هر نوع نگرانی هر نوع خشم هر نوع آزردگی هر نوع ناامیدی هر نوع میل به گناه حتی دلایل درست منطقی که برای ما ایجاد میشه تو این دنیا یه دروغ بگم یه امضایی بکنم تموم شه یه امضاست دیگه تموم میشه یه کلمه بگم تو دادگاه تمومه تموم شد میتونی از اینا خالی بشی اگه از اینا خالی بشی از ریا خالی بشی پس تو اجازه دادی که از روح القدس پر بشی پس بطلب. میتونیم هممون الان از خداوند بخوایم خداوند فکر و دل و احساس منو از روح القدس لبریز کن اعلام کن اعلام کن شاید هنوز تجربه نکردی شاید هنوز نچشیدی پری روح القدس رو به خاطر اینکه هنوز اعلام آمادگی نکردی هنوز آماده نیستی گویا هنوز ذهنیتت فکرت مشغول مشکلات و سختی ها و اهداف دنیاویه اشکال نداره تمرکز تو از اون بردار بده به خدا بذار خدا تمرکز کنه به مشکلات تو به سختی های تو کلیسای مسیح خداش زنده است ما صحبت از مرده ها نمی کنیم ما صحبت از خدای زنده ای می کنیم که قادر همکنون فکر تو رو تخلیه کنه از تمام چیزهایی که از طرف خدا نبوده جسم تو رو بشوره از هر ضعفی و قوت جسم تو باشه قدرت روح تو باشه شادی و آرامش روان تو باشه تخلیه کن خودت رو شروع کنید به این میگن یک ترافی زنده در حضور خدای زنده بخواید ازش همین الان ازش بخواید موعظه تموم شد پرستش شد یک دو تا پرستش دیگه میشه اگر در من تغییری به وجود نیاد هیچ سودی نداره آمدن من چه سودی داره مثل این هستش که شخصی تا دم دریا میره لباسی هم میبره که شنا کنه اما فقط دریا رو میبینه آب رو میبینه و پا نمیذاره توی اون آب دریا شنا نمیکنه اومدی اینجا شنا کنه پری روح القدس. تعمید روح یعنی قوت بر شدن یعنی شنا کردن شنا کن تمام آنچه را که اینک باعث رنج و عذابته حتی شک شک یک نوع وسوسه است دنبال سوالاتت برو جواب بگیر. اما با شک زندگی نکن و مجال این نده که آنطور که باعث برکت از طرف خدا هست به دستان تو نرسه هاللویه هاللویه ای پدر عیزم خدای قدوس اینک از تو میخوام در نام عیسی مسیح اینک پوشش خون مسیح رو میخوام خداوند گفتار ما سخن است اما خداوند سخن تو رو میخوام بر قلب عزیزانی که در این مکان هستن سخن تو رو میخوام برای عزیزانی که خداوند در دنیای مجازی با ما هستند. کلام تو میگه تو گفتی و شد و تو بگو لازم هست تو ما رو ملزم کنه خدا از من شروع کنه خدا بنده. تو ما رو ملزم کنه خدا بنده. حتی اگر میترسیم ما رو ببخش اگر نگرانیم ما رو ببخش اگر از دست کسی ناراحت هستیم ما رو ببخش با خون مسی اگر شک داریم خداوندا شک ما رو به ایمان تبدیل کن و ما رو ببخش و ما رو برکت بده به قوت خودت آرامش خودت سلامتی خودت و پری روح القدس و همه اینها را در نام مسیح می طلبیم. آمین آمین آمین